به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی سنف نهم امیدوارم که جور و باشید شاگردای عزیز به مضمون ریاضی بسیار زیاد خوش آمدیم خب شاگرده عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی سنف نهم با هم میخوانیم درست است و فصل چندم فصل نهم احتمالات یعنی فصل آخر ما و شما بود درست است و درس دوم امروز ما و شما شروع میکنیم اما عنوانی که ما و شما در درس امروز باید بخوانیم چی است یک عنوان ما و شما میخوانیم و او چی است ست کلی و ست مکمله را با هم دیگه میخوانیم درست است اگر درس گذشته یادتون باشد شاگردای عزیز ما گفتیم که چی ما تقاطع و اتحاد پیشامدها یا حوادث اتفاقی گفتیم حوادث اتفاقی همون چی است همون پیشامدها است درست است چون گفتیم اتها پیشامت یا حوادث اتفاقی همون ست هستند چون ست های فرعی از فضای نمونه هستند و فضای نمونه خودش چی بود ست بود پس ست های فرعی میشه چی میشه اونام ست میشه پس با او خاطر شاگرده عزیز چون پیشامت یا حوادث اتفاقی ست هستند ما چی خواندیم درس گذشته اتحاد و تقاطع ست ها یا اتحاد و تقاطع پیشامت را رو با هم دیگه خواندیم و درس امروز ما چی رو میخوانیم؟ ست کلی و ست مکمله رو با هم دیگه میخوانیم و تطبیق میکنیم در رابطه با چی پیش ها درست است؟ و چند مثال هم کار میکنیم خب قبل که بریم درس شروع کنیم شاگردای عزیز کارخانگی درس گذشته رو قرار بود که به ما روان کنید از طریق چی از طریق واتساپ نمبرش هم 20964 780 255 40 13 اگر کدام سوال کدام مشکل در حل کارخانگی دارید میتونید از ما پرسان کنید از طریق همین نمبر که به شما خواندم درسته شاگرد عزیز پس شاگرده عزیز و گرامی میریم سر تخته و درس امروز به خیر شروع میکنیم پس همراه ما باشید خب شاگرده عزیز و گرامی درس امروز ما و شما چی است ست کلی و ست مکمله ست کلی چی است یا اگر یادتون باشه در صنف در صنف افت بود به گمان خوانده نه یا هست دیگه ست کلی به این شکل است ما بگیم در یک مورد در یک موضوعی که ما و شما بحث میکنیم سوال از های یک ست کلان وجود داره که عناصر دیگه ست ها از او دریافت میشه درست است با او میگفتیم ست چی کلی یا ست جهانی برش گفته میشه ست جهانی یا ست مرجع پس بعضی از کتاب ها ست جهانی برش نامش میمانه و بعضی ها ست مرجع میمانه یا ست کلی هم برش گفته میشه یونیورسال ست پس با یو نشان میتیم یا بعضی از کتاب ها با ام ام کلان نشان میدادیم درست است؟ خب حالی شاگرد عزیز دقت کنید ما و شما گفتیم که فضای نمونه ما و شما چی است؟ اما اس است تمام حالت های ممکن در یک پدیده تصادفی و پیشامدها یا حادث های اتفاقی چی است ست های فری هستند پس عناصر پیشامدهای های ما و شما از فضای نمونه ای انتخاب میشه پس فضای نمونه ای چی است ست جهانی ما و شما میشه یا عمو ست کلی ما و شما میشه درست است پس ست کلی میفهمیم ست کلانی که ست عناصر دیگه ست ها از اون انتخاب شود درست است پس من اشتباه میکنم ست کلی ست کلی ست کلی گفتیم در یک موضوع که ما و شما بحث میکنیم در موضوع مربوطه درست است یک ست کلان وجود دارد که عناصر بقیه ست ها از او انتخاب میشه یعنی بقیه ستا ها ستای فریو هستند درست است پس دقت کنید یونیورسال ست که با ست کلی رو با چی نشان میدادیم بعضی کتاب ها گفتیم با یو کلان یا بعضی کتاب ها با ام کلان نشان میده یو یا پس ست کلی رو میفهمیم اما در موضوع احتمالات ست کلی ما و شما چی میشه شاگرد عزیز اما اس میشه فضای نمونه ای ما و شما میشه پس اس در م... در موضوع احتمالات در موضوع احتمال چی میشه شاگرد عزیز یوی ما و شما اما چی است اما اس ما و شما چون پیش های ما و شما ست های فرعی از اس هستند پس عناصرش از اس انتخاب میشه درست است پس ست جهانی ما و شما چی میشه فضای نمونه ای میشه پس ست کلی رو خوب درست است ست کلی رو فهمیدیم چی است اما ست مکمله ست مکمله چی است ست مکمله ما ست مکمل برای شما تعریف میکنم درست است ست مکمله به این شکل میگیم که فرض کنید که چی؟ شاگرد عزیز که ست جهانی یا یونیورسال ست یا ست کلی سیست حال ما جهانی نشه کنم ست جهانی و ای چی باشد؟ ای یک ست فرعی آن باشد یک ست فرعی آن باشد خب مکمله ست ای را دقت کنید ست مکمله ای را ست مکمله ای را با چی نشان میتیم؟ با سمبول دقت کنید ای زبر یا بعضی کتاب ها با ای بالایش یک خطک میمانه ایره چی میخوانیم؟ ای بار. دقت کنید بعضی از کتاب ها زبر و کتاب ما و شما با ای بار نشان داده فرق نمی کنی. هر کدام باشه سیست پس ای زبر یا ای بار نشان داده سیست پس با ای زبر یا ای بار نشان داده و به شکل زیل تعریف میکنیم و به شکل زیل تعریف میکنیم پس دقت کنید من این بالا نوشتم میکنیم. سیست پس ست ا بار یا ا زبر و زبان ریاضی براتون می میکنیم میگیم که چی است دقت کنید شاگرد عزیز ا زبر میشه ایکس های یا ا بار ایکس های به قسمی که ایکس ما و شما شامل چه باشد دقت کنید شامل ا نباشد عناصری که شامل ا نباشد اما شامل چی است شامل شاگرد عزیز شامل چی میشه شامل فت فرعی فت جهانی میشه دیگه صحیح پس x ای که شامل e نباشد خب گفتیم ایکس ای ما و شما تمام عناصر ما و شما از فت جهانی انتخاب میشه پس ما بهش یک میتونیم نشون کنیم یک بار یا ا ما و شما میشه عناصری که د نباشد د چی است در فت جهانی است د ا نیست پس یو منفی e. e نکته بسیار مهم است این بهش تعریف میکنیم پس چی میشه عناصر ست جهانی کلش فقط اونایی که در ا شامل نیست درست است پس چی میشه میشه ست مکمله ازبر ای زبر یا ا و با دیاگرام وین هم اگر ما شما نشان بدیم به این شکل در نظر میگیریم شاگرد عزیز دقت کنید با عنوان مثال این ست چی است ست یوی ما و شما است با من کلانتر بکشم در اینجا در اینجا نکشم صحیح با دیگه رنگ بکشم یعنی یعنی ست یوی ما و شماست ست جهانی یا ام یا یو فرق نمیکنه و اینی چی باشه شکر عزیز اینی ست ای ما شما باشد اینی دایره کشیدیم ست ای ما و شماست حال ای زبر ما شما یا ای بار ما شما چی میشه عناصر که در یو است اما در ای نیست پس در ای نیست خارج ای میشه در اینجا میشه یا کلش است یا میشه چی عناصر که در فضا قرار داره در دا ساحه قرار داره با ای بار یا ازبر نشان میتیم. ای نشان میدیم پس عناصر که در یو است اما در A نیست درست است پس ست م... مکمله را فهمیدیم به با... ای یا ای بار چی میگیم مکمله ست ای میگوییم درست است خب پس شاگردان عزیز و گرامی دقت کنید پس ست کلی رو من یادآوری کردم یار خواندیم ولی ما در موضوع احتمال حال ست کلی ما و شما چی میشه اما اس ما و شما میشه فضای نمونه ای میشه درست است و ست مکمل رو قبلا خواندیم ست مکمل گفتیم فرض کنید یو چی باشد ست جهانی و ای یک ست فری باشد ست مکمله ای را با ایزبر زبر یا ایبار بار نشان داده و به شکل زیل تعریف میکنیم در اینجا تعریف کردیم ا زبر ای برای ما شما میشه ایکس ای به که اکس شامل ای نباشد وقتی شامل نباشد شامل چی است شامل ست جهانی است دیگه کل عناصر موشن شامل ست جهانی است پس چی میشه پس یو منفی ای پس دقت کن این تعریف بسیار مهم است ای بار یا ای زبر ما شما چی میشه عناصر که ست جهانی است در ای نیست پس با دیاگرام وین اگر نشون بدیم به شک میشه پس چی میشه خارج ای اطراف ای که در داخل ای نباشد پس اون میشه چی مکمله ست ای یا ازبر زبر یا ای بار برش میگیم درست است خب حالی در موضع احتمال گفتیم که یوی ما و شما همون چی است همون اس است پس ای زبر یک پیش آمد اگر ما و شما داشته ای باشد ای زبر یا ای بار مکملی از چی میشه میشه اس منفی ای پس عناصری که در چی باشد فضای نمونه ای باشد در پیش آمده ای نباشد با مثال من یک مثال براتون کار میکنم شاگرد عزیز دقت کنید با مثال فضای نمونه ما و شما چی باشد اما در پرتاب یک تاس یک تا رم درست است ما که بازی میکنیم چی میشه یک میشه فضای نمونه ما و شما یک دو سه چار پنج و شش این میشه فضای نمونه ما و شما اما ست کلی ما و شما میشه و اگر شاگردای عزیز ای ما و شما چی باشد ای ما و شما چی باشد عناصر چی باشد عدد رخ شده جفت باشد چی میشه دو چهار شش دو چهار و شش آل ایزبر اگر بخوایم دریاف کنیم شاگرده عزیز ایبار یا ایزبر پس میشه عناصری که در یو باشد در ای نباشد پس اس منفی ای عناصری که در ای باشد در ای نباشد کدام میشه یک سه پنج میشه پس اعداد تاپ میشه سیست پس ایبار ما با شما میشه یک سه و پنج پس چی هست شاگرد عزیز ما اگر یک ف... چی داشته؟ یک فضای نمونی داشته باشیم یک پیش آمد داشته باشیم ما مکمله و پیش آمد یا ای بار یا ای زبر میتونیم دریافت کنیم بسیار آسان پس عناصری که دیس باشد د ای نباشد پس ستم کلی و مکمله را فهمیدیم درست است شاگرد عزیز پس ما تختر پاک میکنم و چند نکته در رابطه با یا نوشته میکنم پس همراه ما باشید خب شاگرده عزیز و گرامی چند نکته در رابطه با چی ست مکمله و ست کلی نوشته میکنیم درست است؟ پس من نوشته میکنم شاگرده عزیز نکته نکته یک نکته یک اول ما شما چی هست؟ میگیم که فرض کنیم S چی باشد یک فضای نمونه ای و E پیش آمد از آن باشد پیش آمد یعنی چه ست فرید دیگه است پس فرض کنید S چی باشد؟ یک فضای نمونه ای و ای یک پیش آمد از آن باشد یک پیش آمد باشد پیش آمد گفتیم ست فری فضای نمونه ای رو پیش آمد میگیم سیست خب حالی ست چی گفتیم مکمله ای را گفتیم با ای نشان با ایبار نشان یا ای زبر فرق نمی نشان میدیم و یاد داریم و می‌فهمیم تعریف کردیم میتونیم دریافت کنیم سیست حال نکته چی است نکته ای است دقت کنید شاگرد عزیز بار گفتیم تعریفش به این بود دیگه یو یو ما و شما یو شما اس هست دیگه نه چون در موضوع احتمال هستیم پس اس منفی ای این میفهمیم اما نو یک نکته بسیار مهم شاگرده عزیز ای را اگر ما و شما بیایم اتحاد بگیریم با ای بار چی حاصل میشه شاگرده عزیز پس دقت کنید من دیاگرام وین برات بکشم اینی دیاگرام وین اگر باشد اینی یوی ما شما یا همون اس ما شما باشد اینی چی باشه شاگرد عزیز ای ما و شما باشد ای زبر ما و شما یا ای بار ما و شما در کجا میشد؟ ای بار ما و شما در اینجام در اطراف میشد دیگه است در اطراف میشد اینی چی بود؟ ای بار ما و شما بود یا ای زبر سیست خب دقت کن عناصری که داخل ای باشد به با اون میگفتیم ای عناصری و عناصری خارج باشد و در اس باشد به با اون میگفتیم ای بار یا ازبر. ای زبر این هر دو اتحاد اگر بگیریم تمام ای و از... ای, بار داخل یک ست بندازیم چی میشه شگرد عزیز آفرین که گفتن خود فضای نمونه خود سیجو... از... چی میشه ست جهانی یا خود فضای نمونه اسم ما و شما میشه پس این نکته بسیار مهم است و این نکته بسیار مهم دیگه شگرد عزیز A تقاطع A بار چی میشه عناصری که هم در ای باشد هم در ایبار بار باشد اگر دقت کنید ما تا چه بار چی تعریف کردیم گفتیم عناصری که در ای نباشد پس هیچ عنصر مشترک نداره نافرین پس جوابش چی میشه ست خالی میشه پس اگر ما و شما یک تا ست با مکمل خودش اتحاد بگیریم ست کلی رو به ما و شما میته همون فضای نمونه یا همون ست جهانی و اگر تقاطع بینش بگیریم ست خالی میشه جوابش درست است خب از این عرصه ما شما چه نتیجه میتونیم بگیریم از یاد دقت کنید نتیجه ما پیش نتیجه خوب، اگر احتمالات ما در پیشش نوشته می نتیجه 60 چقدر عزیز خب اگر یادتون باشه در سن فشتم احتمالات ما شما خوندیم احتمال یک پیش آمد ما میتونیم دریافت کنیم نه بده یادآوری می احتمال یک پیش آمد چی میشه چقدر عزیز احتمال با پی نشان میدادیم پی پیش آمد ای با تعریفش چه بود اگر یاتون باشد ان ای تقسیم بر ان اس n a تقسیم بر n s دقت کنید h معناش چی است تعداد عناصر ست a پیش آمده ای رو, می رو نوشتن میکنیم چند تا انصر دارد اما عددش نوشتن میکنیم در صورت و در مخرج تعداد انصر S نوشتن میکنیم اون میشه چی پی احتمال اما پیش ما میتونیم دریافت کنیم به عنوان مثال در پرتاب یک تاس یا یک تا رم اما لدوی که بازی میکنی سهیست احتمالی که عدد رخ شده جفت باشد چه خمشه عدد جفت نوشتن میکنیم دو چار شش چند تا انصر دارد سه. سه تا انصر دارد. خود از اعداد نوشتن میکنه تعدادش نوشتن میکنه فست تعداد عناصرش سه تا است سه تاست. و فضای نمونه ما شما چند عنصر داره 6 تا 1 2 3 4 5 6 فیست تعداد از 6 تا بشه سه تقسیم بر 6 که میشه اگه اختصار بکنیم یکی بر دو پس ما احتمال یک تا پیش آمده میتون دریافت کنیم اما احتمال چی می خوام دریافت کنیم چه احتمال پیش آمد چی مکمله یک پیش کنیم عبار دریافت کنیم پس ما از یاد دریافت میکنیم به میشه دقت کنید احتمال دقت کنید احتمال چند میشه این هم در سال قبل خوانده بودین احتمال فضای نمونی خودش یک میشه چون تعداد عناصرش صورت و مخرج با هم چی میشه مساوی میشه اما ما به جای اف گفتم دیگه دقت کنید ما میتونیم چی کنیم ا اتحاد ای بار چی میشه خود اف میشه پس به جای اسم ما میتونیم نشته کنیم ا اتحاد ای بار و جواب چند شده امو یک شده صحیح پس در نهایت ما میتونیم به نوشته کنیم احتمال دقت کنید بار مساوی میشه با یک منفی احتمال ای این نکته آخر ما شما بسیار مهم است پس این فرمول است یعنی ما احتمال یک تا مکمله سه تا بخوایم دریافت کنیم یک منفی احتمال خود سه خود امو چی امو پیش آمد دریافت میکنیم با عنوان مثال دقت کن شاگرد عزیز با عنوان مثال ما کار میکنم اسم ما و شما چی باشد؟ گفتیم اون فضای نمونه ما و شما پرتاب یک تا تاست یک، دو، سه، چار، پنج و شش پیش آمده ما و شما چی باشد؟ پیش آمده ما و شما با نام مثال من پیش آمده تغییر میدم, عدد جفت میدم عداد جفت نمیگم میگم عددی که چی باشد؟ عدد رخشده کوچکتر از سه باشد گفتیم سیست؟ کوچکتر از سه عدد رخشده کوچکتر از سه میشه یک و دو میشه سایست خب حالی احتمال ای چی میشه پی ای دقت کنید چه عزیز پی ای شما چی میشه پی ای ما شما طبق تعریف طبق فرمول که در سال قبل خواندیم میشه ان ای تقسیم بر ان اس خب ان ای معنی, معنی چی است یعنی A ست ای ما شما چند تا دارد دو تا دارد پس جوابش میشه دو سایس و پی چی میشه ست ما شما چند عنصر دارد یک دو سه چهار پنج شش عنصر دارد پس دو بر شش اگر اختصار بسازیم میشه یک بر سه سایس پس احتمال شاگردای عزیز اگر می دقت کنید احتمال ای چی شد یک بر سه اما احتمال ایزبر حال ما میخوام دریافت کنم طبق از این نکته ای که گفتیم ایبار یا ای زبر. پس احتمال ای زبر من میکنم احتمال طبق تعریف کردیم گفتیم یک منفی احتمال ای احتمال ای ما شما دریافت کردیم چند شده یک بر سه یا دوی بر شش پس نوشته میکنم یک منفی چند شده عزیز یک بر سه یا دوی بر شش فرق نمیکنه من یک منفی یک بر سه خب یک منفی یک بر سه چند نشه باید مخرج مشترک بگیریم بر زیم. مخرج چند است یک است این ضرب در سه میسازیم و یم ضرب در سه جواب چی میشه شاگرد عزیز جواب میشه سه بر سه بر سه منفی یک بر سی. که یک از مخرجای سه رو نوشتم میکنم و سه منفی یک میشه دو پس احتمال شاگرد عزیز بار ما شما چند شد دو بر سه خب این است فرمولی که نوشته کردیم اما از تعریف اگر بریم پیش بریم دقیقاً جوابش همون میشه ای بار چی است عناصری که ده نباشد صحیح پس ده نباشد یک دو نیست پس فقط میشه سه چهار پنج شش صحیح سه چهار پنج شش طبق از این فرمول اگر من خودشه دریافت کنم احتمال ای بار رو دریافت کنم اول خود ای بار نوشته کنم شاگرد عزیز ای بار چی میشه ازور ای یا ایبار عناصر که در ای نباشد در اس باشد در ای نباشد میشه سه چار پنج شش پس سه چار پنج و شش خب حال احتمال اینی سه چی میشه اینی پیش آمد تعداد عناصرش تعداد عناصرش چند تاست یک دو سه چار تعداد تقسیم بر تعداد عناصر اس اس ما شما چند تاست شش تاست چار بر شش اگر من اختصار بسازم میشه دوی بر سه سیست سه که دقیقا میبینیم جوابش همین دوی بر است پس ما هم میتونیم خود عباره یا ای زبر دریافت کنیم جوابش از روی خودش دریافت کنیم یا هم میتونیم از این فرمول دریافت کنیم ما خود عبارة دریافت نمیکنم ولی چون ما احتمال ایر تانیسم دریافت کنم احتمال ای زبر یا عبارم میتونم دریافت کنم درست است شاگرد عزیز پس ست کلی و ست مکمله را فهمیدیم چی است چند نکته در رابطه با او گفتیم نکاتش نوشته کردیم گفتیم عبارة طرفی چی است اما اف اس منفی خود پیش آمد ای و ای اتحاد ای بار مساوی است با چی با خود اسم میشه فضای نمونه ای اما ست جهانی ما و شما تقاطعش چی میشه شاگرد عزیز این نکته بسیار مهم است تقاطعش میشه چی ست خالی و از یه ارسه مایر نتیجه گرفتیم دقت کنید چاگرد عزیز ما یک فرمول دیگه استفاده کردیم به اسم فرمول اصل شمول و عدم شمول که در درس بعد میخوانیم مرسی است ما اون کامل براتون تشریح میکنیم پس به خاطر دقت کنید شما ما چون تقاطع شست ست خالی شده در درس گذشته اگر باشد گفتیم دو تا ست اگر تقاطع ست شد خالی شده با اون چی میگیم دو تا ست ناسازگار هستن یا جدا از هم هستن چون جدا از هم هستن و اتحادشون ست کلی شده ما تا این فرمول دریافت کنیم پس از این عرصه ما و شما این نتیجه را گرفتیم یعنی به این فرمول رسیدیم پس فرمولش چی ما احتمال ست مکمله را اگه بخوایم دریافت کنیم می توانیم بدون خود ست مکمله را نداشته باشیم از روی خود ست ای چی کنیم احتمال ای بار دریافت کنیم و فرمولش چی است یک منفی احتمال ای درست است و یک مثال هم کار کردیم درست شد شاگرد عزیز و گرامی پس ما و شما درس امروز ما و شما خلاص شد و چی بود ست کلی و ست مکمله را خواندیم و مثال برای وضو کار کردیم. درسته شاگرده عزیز؟ خب شاگرده عزیز و گرامی پس درس امروز ما و شما خلاص شد و چی بود؟ ست کلی و سط مکمله را با همدیگه خواندیم. درست است؟ اما کارخانگی کارخانگی چی است؟ تمرین های صفحه 228 کتاب کار کنید و به ما روان کنید از طریق چی؟ از طریق واتساب نمبرش هم 20964 780 255 40 13 درست عزیز؟ و پایان درس دوم از فصل نهم. شاگرده عزیز و گرامی مانده نباشین، بخیر باشین، وقت خوش، خداحافظ